به برنامه فراخبر خوش آمده در این برنامه از احترام به شورای ملی تا تمرکز بر راه حل سیاسی در حکومت وحدت ملی رئیس جمهور غنی می گوید که احترام به شورای ملی در صدر برنامه های کاریش قرار دارد عزت و احترام مشران و جرگه و ولوسی جرگه در صدر کار ما قرار دوید پاتریوس رئیس پیشین سازمان استخبارات امریکا محاکمه می سلام بر شما من فواد امان هستم در حالی که رئیس جمهور غنی از سوی برخ از نماینده های مجلس به خیانت ملی متهم شده است اما آقای غنی در مراسم تحلیف سناتوران تازه بر استقلالیت قوای سگانه تاکید می کند و می گوید که احترام به نماینده های مجلس سنا و نماینده های مجلس نمایندگان در صدر کارهایش قرار دارد اما دیده می شود که تا اکنون به فشارها و اعتراض های اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنا به ویژه در واکنش به زمانگیر شدن تشکیل کابینه رئیس جمهور غنی گوش نداده است آقای غنی خطاب به نماینده های مجلس سنا می گوید که برای اعلام کابینه صبر داشته باشید و از آوردن فشارها در این باره نیز آزردن نمی شود. با گفته رئیس جمهور غنی وزیران کابینه باید در هر سال دو بار به پارلمان گزارش دهند ده و در صورت عدم و موفقیت نماینده های مجلس می توانند این وزیران را سلب اعتماد کنند. رئیس جمهور غنی در بخش دیگر از سخنانش تاکید می که پس از این مسائل عمده ای افغانستان را از راه سیاسی سی حل می کند نه از راه زور و نظامی اما رئیس جمهور غنی در برابر طالبان هم راه نظامی و زور را کنار خواهد گذاشت هدف از این گفته های رئیس جمهور غنی درباره شورای ملی رهایی از چنگ فشارها و انتقادهای نماینده های پارلمان نیست برای بحث بیشتر در این باره بلقیس روشن عضو پیشین مجلس سنا و گلاله نور صافی نماینده های مجلس اینجا با من هستند بسیار خوش آمدید مهمانان عزیز خانم بلقیس با شما آغاز میکنیم برداشت شما از این گفته های رئیس جمهور غنی در باره مجلس سنا و مجلس نمایندگان چی است آیا رئیس جمهور غنی واقعا پس از این بعد تصمیم ها و خواست های پارلمان احترام خواهد گذاشت سلام داره که بر همه مردم افغانستان معلوم است در کشوری که دارای استقلالیت ملی نباشه حاکمیت ملیش به اختیار خودش نباشه ما فکر میکنم که موجودیت قوه ها خودش یک نوع نمایش است که طور که در افغانستان میبینیم و صحبت های اگر سر صحبت های امروز اشرف غنی ما فکر میکنم که بیشتر اول خود فریب میتاب بعد یک که به حساب نماینده مردم آمدن اینجا اونا رو میخوایم مصروف نگاه داره و فریب بتن یاد در یک سازش اگر بگویم پارلمان افغانستان که شامل هر دو مجلس شوه اینا اکثریتشان کسایی بودن که در انتخابات ها تا امروز ده دو طرف شامل بودن در گروپ هایشان بسیار یک فیصدی کم در دو مجلس بوده که در کمپاین های در تبلیغات دروغی از ها شریک نبوده بنان ما میگیم که اینا شریک های که مردم هر روز با برنامه های جدید یا صحبت های دروغی خود مصروف نگاه میدارن تا اما غیر مستقل بودن شان کس دیرتر بفهمن یا گفته چی دیرتر بیان کنند بگوین و دوم از اینکه غیر مفید بودن از اینا آره رو بر مردم افغانستان بخواهی که خدا یک نه و نشان بدن که یعنی ما هنوز هستیم و میخواهیم که بر افغانستان کار کنیم در حالی که اما تشت رسوایی از نام فکر میکنم که دقل در طول یک سال از بام افتاده و این باید مردم افغانستان رئیس بدانه رئیس جمهور غنی بچی هدف میخواه که اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنا را مصروف کارهای دیگر نگه داره دنبال چی هدفی است با این کارش؟ منظور از که اگر بر مجلس سنا بر در مجموع پارلمان افغانستان صحبت ها رو میکنه گفتیم که اول خینا شریکا هستن نمیتونیم بگیم قوی مقننی افغانستان افراد هستن که اکثریتش به منافی مردم همیشه فکر میکنه از منافی مردم افغانستان دفاع کرده و اینا میتونه که ترس باشه بر رئیس جمهور نه خیر اینا هر دو طرف کسایی هستند که بیشتر اما بیکفایتی هم دیگر میفهمن زیادتر گفتم که اینا جمهور با هم مصروف در این روزها داره ر... حمایت خود از اعضای مجلس نمایندگان از دست میده حامیان رئیس جمهور غنی با مخالفانشان روبرو شده نه کسایی که مخالفت کرده بازم بین از اونها غیر یکی دو اگر بگیم مثلا بشر دوسته بگیم ممکن که نبوده در انتخابات کمپاینش اما اگر وقت شکری بارک زی بگیم ما مخالف هستم ما باور ندارم به خاطر که تا دیروز به امید ازی بود که برش وزارت بده اگر امروز برش وزارت نداده شاید یک تا تهدید یک تعدادشان بکنن که اگر بر ما امتیاز ندین با جایی که بر ما وعده دادین بر ما اجرا نکنین ما این رقم میتونیم که در مقابلتان قرار بگیریم و طوری که دیروز میگفت ما سازش نمیکنم اشرف غنی میگفت امروز ما شما دیدیم که در تمام عرصه ها چی در عرصه های بین المللی ها بیرون بگیم با پاکستان با ایران با با تمام کشورها رای رفتی کرزه دوباره میخواد بپیمایه و در مقابل داخلی ها وقتی میگفت سازش نمی با ما بینیم که امروز چگونه بشرمانه بگوییم یا یا بی‌تفاوت نظر به مردم افغانستان اما دروغی دروغین هم هست چقدر بی‌خیال و بی‌تفاوت کار میکنه یک کشوری که امروز هرچند وزیرای زینا اگر تعیین هم چون بالاخره چهره ها تبدیل میشه اصل سیاست یا اصل توانمندی کسایی نخواهد آمد که بتانه بر مردم افغانستان کار کنه بنان ما میگیم با تغییر چهره ها اینا نتونستن به خاطر اختلافات درونی خود به خاطر رضایت باداران خود نه عبدلاش نه اشرف غنیش نتونستن که حداقل 25 وزیر خود معرفی کنن که اما دروغین هم بود خود نمایش میداده امروز 34 ولایت افغانستان والیاش سرپرست بدون صلاحیت بدون اختیار به سر میبره ما به این قسمت بازم این را فقط میتونم بگیم که آفرین به مو حالت به می حالتی که هست همو سربازی که با شکم گرسنه بدون ماش بدون کمک و امکاناتی بازم اما حس وطن دوستی شان اینا رو وادار کرده که از این مملکت تا, تا, هنوز ادقل نگاه در غیر از او جنایتکارهایی که در دا داخل افغانستان است و جنایتکارهایی که از بیرون آید به نام طالب اینا هر لحظه مردم افغانستان را میکشن و بیشتر از این میکشن اینا اونو مصروف اما کمپاین و مصروف تقسیمات چوکیا و کرسی های بین خود هستند و این خاطر ما میگیم که ایگه پای اشرف غنی چی امروز باشه چی فردا دروغ بیشتر بر مردم افغانستان نخواد بود و نماینده‌ای که از نام مردم افغانستان نام خران، ولكن اورا خوش باورانه باز سو ماه دیگه تبلیغ کرده خانم روشن رئیس جمهور غنی در این هفته ها بیشتر از سوی مجلس نمایندگان و مجلس سنا زیر فشار و انتقادهای قرار داشت، حتی متهم به خیانت ملی شد. حالا فکر نمی کنی که رئیس جمهور غنی با این کارش میخواد که از زیر فشار این همه انتقادها و فشارها بیرون شود و, و آنچه خانم بلقیز گفت این همه به خاطر مصروف ساختن اعضای مجلس است؟ بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت شما سلام مهمان محترم و بیننده های محترم تلویزیون شما امروز بیانیات که آقای رئیس جمهور در مجلس سنا داشتن به نظر ما ما با دید مثبت میبینم همیشه آدم باید همه چیز به نظر شک نبینه این یک یک پیام بسیار مثبت است که میگه ما به فیصله های اولسی جرگه و مشران جرگه احترام میکنم ما در اینجا فکر نمیکنم که اعضایی که در اردو مجلس استن بتانن مصروف به سخنا شون وقتی که خواست ملتی باشه که هر چیزی زودتر و هر خوبتر باید یک کابینه ما داشته باشیم و بعد زودتر اعلان شه و بعد اشخاص با خواست اعضای مجلس نمایندگان در این بیشتر از صد روز حکومت وحدت بلد. ملی پاسخ مثبت دادن نشده است طالب کاخ ریاست جمهوری معلوم دارم چون که پاسخ مثبت نبود انتقادات هم موجود بود و وکیلا متواتر تشویش خود اظهار کردن و به هر مجلس صدا بلند کردن پس که باید چیزی احترام حکومت به بله، امروز, بعد امروز امروز برتان میگم که امروز یک وعده داد که بین حکومت و فیصله شورا احترام خواهد حکومت به فیصله های شورا احترام خواهد کرد ما اما در آغازین روزهای حکومتش رئیس جمهور غنی در دیدار با اعضای مجلس نمایندگان در کاخ ریاست جمهوری هم این گفته ها را مطرح کرده بله. بود شما خوب میفهمین که یک حکومت که فعلا ساخته شده در نتیجه نامش به نام وحدت ملی است مشکلات خود داره کل ما میفهمیم هیچ کس همو که میگفت افتاب به دو انگشت پد نمیشه پد نمیشه ما میفهمیم که جنجال در کجاست معلوم دار سر تقسیم چاوکیاز به سر اشخاص است که این وقت گیر شده و همچنان سبب این شده که نتانه حکومت مثلا معرفی شوه اعضای کابینه معرفی شوه این یک کار مثبت نیست مورد انتقاد عام است و ما میخوایم که هرچی زودتر قسمه که من شنیدم که در هفته معرفی میشه خب بالاخره معرفی میشه امیدوار هستم که از روز که آقای رئیس جمهور سخنرانی خود در سنا داشتن و این سخنرانی خود باید پابند باشن و احترام به خواستای نماینده ملت داشته باشه و احترام به خواست نماینده ملت معلوم دار خواست ملت افغانستان است میخواین هر چیز زودتر یک کابینه کارا داشته باشیم برزیک که واقعا فقر و بدبختی و حالت بسیار روانی مردم بسیار خراب است چیز حالت روانی مردم خراب است از خاطر که شما نداریم باور ندارید که رئیس جمهور غنی این گفته هایش پارلمان پابند خواهد ماند من ما باور من یک آدم هستم که میشه مثبت مصبت فکر میکنم من امیدوار هستم از این روز کمی قرار گذاشته که به فیصله شورا احترام میگذارم من باور دارم که به این فیصله احترام خواهد شد در غیر از مسئولیت خود رئیس جمهور است باید مسئولیت گفتار خود خودش داشته باشه من نمیتارم که بگویم که نخواد باشه اگر نباشه خودش مسئول است اما امیدوار هستم که از سخنان امروز خود به می احترام کنه و احترام مجلس ها رو داشته باشه معلوم داره از طرف دیگه ما مشکلات هم درک میکنیم که مشکلات در کجا است چرا مشکل ایجاد شده این فکر میکنم که هر فرد افغان میفهمه که اگر یک حکومت که قسمی که بعد از انتخابات آمده بود میامد و این حکومت مشترک ساخته نمیشد شاید مشکلات هم کمتر می بود و زیاتر این مشکلات که ایجاد شده و تاخیر کابینام دلیلش که دو تیم مختلف که با مفکورهای مختلف هستند بالا یک موضوع فکر میکنن که کابینه مشترک است و یک کار آسان نیست خانم روشن واقعا رئیس جمهور پس از امروز روی کردش را در برابر شورای ملی تغییر خواهد داد و احترام خواهد قائل بود در برابر نماینده های مجلس آنچه خانم صافی میگه ما فکر میکنم که باز صحبت پیشتر خود چی کنم که هرگاه اگر بیشتر از تا حالا اگر خانم صافی یا کسایی که واقعا فکر میکنن که افغانستان بلکه رو به بهبود با ای افراد بره بیشتر از اگر خود فریب بتیم در حقیقت یک خیانت بزرگ بازم به با ملت افغانستان است که اگر ما از پشت رسانه در رسانها که بشیریم بگیم که اینا خوب میشن ما میگیم اینا افراد است که قدر بی خیال به تفاوت است که به جای که اما میگه باید با هر گام رئیس جمهور غنی مثبت اندیشید حداقل مو ام فیصلی که خود ولیسی جرگی افغانستان کردن وقت تعیین کردن که باید بر ما وزیرا را معرفی کنند اگر ذره احترام مردو طرف میده حداقل دو, دو تاش معرفی میکرد که قاتی رجال آمده به افغانستان و دیگر نفر پیدا نمیشه اینا رو تولید میکنن یا امریکا تولید میکنن یا پاکستان تولید میکنن یا ایران بر, بر نوکرای خود افغانستان روان میکنن ما میگیم باید که دو تاش معرفی میکرد هیچ چطور احترام است که به جایی که به مردم باشه به با دروغ هم که شده اینا میره در جشن تاریک پیشتر هم چه کرد در جشن تولد جناب یا با با والی بلخ اتا میره شرکت میکنه اینقدر بی خیال است که مردم افغانستان هر روز قتل آم میشه مردم افغانستان امروز شما بری کارگر نان نداره امروز بری تفلای افغانستان بازم گدایی میکنن و ابو سرباز افغانستان گفت ماش شش, شش ما میشه استادای پنتون شما بری ماش شنا نداده امروز نیروهای نظامی افغانستان ببینید ماش شش... کس, کس نمیته با کسر بودجه گفته یک یک برنامه اما اینا شاهانه برای خود تولد میگیره و ماونین از اینا میرن ده شرکت میکنن میگیم که پارلمان آ پارلمان عالی دست حکومت بوده حکومت کرزه هم که بوده نمونه چیز که ده ده بسیار ده فوری بسیار گفته چی قانون پلشی را ناخوانده امضا تایید کردن این یکی امروز اشرف غنی رو شما ببینید قرارداد که به حیثیت به استقلال افغانستان ضربه زد امروز امروز افغانستان کشوری است که از هیچ از لحاظ گفته چی استقلالیت نداره امروز کشوری است که در اشغال آمریکا قرار داره و خودشان هم امروز تاسف میکنه اکثریت ناخوانده هم ولسی جرگی افغانستان تایید کردن با اکثریت آرا, خانم باشن آرا اعنی... رئیس جمهور غنی فکر ميگه... نمیکنه که حالا میخواد که فضا فزاره... برای رای اعتماد آره نامزد وزیرانش در می پارلمان فراهم بسازد چون در این روزها فضای پرتنش و خراب میان مجلس م... و حکومت ایجاد شده مال سر می میان... صحبت میاد که قرارداد امنیتی را ناخوان در دو تا اکثریت امضا کردن مردم به بدزر... خاطر امضای بدزر... قرارداد امنیتی واشنگتن و کابل رای دادن مردم افغانستان هم ام... کسایی بودن که کرزه دعوتشان کرده اما چون منافی کرزه تامین نشده بود یکی شاید امضا نکرده باشه و ممکن که بخواد ایر بر مردم فردا باز هم یک فرد ملی چون کشمکش هایی که امروز در ارگم است یک احتمال است که ایر باز امریکا بخواید که باید یک فرد ملی دوباره سر قدرت بیاره در افغانستان ممکن که به این خاطر امضا نشده باشه و امروز یک شرایط که آمادگی میکنه یا نه میخوای خوشحال کنه از خود ولسی جرگر که سبا وزیرای که به هر از, هر از هر تنظیمی که هست از هر باند که هست از هر گروپی که هستند اینج ده اینجا هست در اینجا دزدا هست در اینجا جنایتکار هست در اینجا خائنین ملی را برای اسلام معرفی میکنن شما مطمئن باشید اما رئیس جمهور غنی با مردم افغانستان اطمینان داد که کابینه شایسته برای مردم افغانستان معرفی خواهند شما کرد شما پریشا دیدید از رسانه شما از رسانه شما پخش شد که محقق گفت که از ما 5 نفر سهمی می بوده و حالا نفر بر ما معرفی میکنه بنان ما میگیم که این یک نوشیر نیانداختن بدن از و با کسایی هم شاید پاش بده و یک تعداد ممکن که اقلیت بمانه که اونا شما دا.. مطمئن باشه دا.. چهره هایی که معرفی میکنن در دا.. 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 دا آخر رخصتی هم هستن اینا همو افراد معرفی خاط کرده چی رای اعتماد خاط مشکل ده اینجا است در افغانستان که امروز خانم صافی رئیس جمهور غنی در بخش دیگر از سخنانش گفت که پس از این مسائل عمده ای افغانستان از راه سیاسی حل خواهد شد نه از راه زور و تفنگ و نظامی حالا فکر میکنه که رئیس جمهور غنی میخواه امون مشکل و یا جنگ افغانستان با طالبان هم از راه سیاسی حل خواهد کرد و زور و تفنگ و راه نظامی را در برابر طالبان کنار خواهد گذاشت؟ قسم که شما شاید استین من نمی فهم که اگر هزار نفر از یک جامعه که ناخباش باشه و کلانای قوم باشه در یک جرگه جمع میشه و یک نظر میته به نظر او باید احترام شوه از که من باور دارم که مردم در افغانستان از جنگ واقعا خسته شدن رای جنگ واقعا در تمام دنیا رای حل نیست شما دیدیم که بسیار معضلای کلان تاریخی بالاخره از رای صلح به پایان رسیده جنگیدن در آخر وقتی که میخواین مزله پایان شود معمولا صلح شده, شده. دار خوب است که از رای سیاسی و از رای سلامی یک مزله حل شود نسبت به اینکه قتل خونریزی و بدبختی در یک مملکت اما طالبان هم باید به با راه حل سیاسی تن بتن. باید تن معلوم دار اتنی نیست که صلح یک جانبه می باشه صلح معمولا از دو طرف می باشه و معمولا به سر اما گفتگوهای سلامیز یا رای حل سیاسی که در بسیار معضلات کلان دنیایی همیشه که ما شاهد هستیم در تنها در افغانستان در تمام دنیا معضلات بزرگ در تنستان از رای سیاسی بالاخره حل کنن ما به این کدام مخالفت فکر نمی که ملت افغانستان داشته باشه و این ملت هم ما فکر نمی این گناه از تزارو در برابر طالبان است؟ من فکر نمیکنم کنم برزی که اگر فکر کنین شما وقتی که مجایدین در دا کابل داخل شدن بدون ازی که در مقابلشان کدام جنگ صورت بگیره آمدن و شار کابلا گرفتن و هم رای سلامیز بودین تقریبا دولت که در اون متفاوتر از گذشته است در اینجا تالبان آلا... رای... هجگاه با خواست های صلحامیز حکومت افغانستان پاسخ مثبت ندادند. همواره پوشش سال حکومت افغانستان با انفجار انتهار بله. انتحار پاسخ دادند. بله متاسفانه تروریست ها همیشه ترور کردن اما جنگی که در افغانستان است شما میفهمید که یک جنگ عادی بین مردم افغانستان نیست این جنگ یک ریشه منطقوی داره و تمویل کنندایش، تربیه کنندایشان افغان ها نیستن باید رای حل سیاسی از دتن افغان ها ای دخیل باشه باید منطقه در حل دخیل باشه تمام دنیا باید دخیل باشه تا که بتونن این معضله را از رای سیاسی حل کنه رای حل مقابل ما یک جبه نیست، یک مملکت نیست که او آدرسش برد معلوم باشه و بری در مقابلش بجنگی و فتح کنی او جنگایی بود که در قرن بود که راه حل سری معضلات بود اما حالا قرن 21 است ما می‌بینیم که اکثر معضلات امکان ازیر داره که از راه سیاسی حل شود خانم روشن واقعا میشه به جنگ افغانستان از راه سیاسی پایان داد در حالی که طالبان همواره صدای سال طالبان حکومت افغانستان با انفجار و انتحار و کشتر افراد ملکی پاسخ دادند فکر نمی کنی رئیس جمهور غنی با این گفته‌هایش امو سیاست و آمیز حامد کرزی دنبال میکنه در برابر طالبان ما به با این باور دارم که اشرف غنی یا عبد هر کدامش که باشه اینا افراد نیستن که خودشان به اختیار خود بخواید صلح بیاره به اختیار خود بخواین که مستقیم با کشور پاکستان بشینن و سر طالب گپ بزنن ما میگیم که طالب و حکومت افغانستان هر دو از یک منبع تمویل میشه کو امریکا باشه و پاکستان بهترین کسی است که یا بهترین کشور است که میتونه برنامه های امریکا را پیاده کنه در افغانستان و در منطقه ببینید وقتی که پیشتر از مجاهدین خود توهین است اگر ما بگویم تنظیم هایی که زیر نام مجاهدین آمدن در افغانستان سال افتاد یک وقت با آمدن یا گفته چی داخل شدن اما 65000 هزار کابلی را دقل کشتن اردوی افغانستان یا نیروهای نظامی افغانستان خلصلا کرد و بابره که گفت ما مرز پاکستان به دریای آمور رساندیم و واقعا امروز هم تو حالتی هستن بنان ما میگیم فردایی که اگر طالب بیاره آمریکا و پاکستان به با بیس رای که جور میکنه برای آمدنش باز مردم افغانستان چنان قیمت خاط پرداختن که سالیان دراز دیگه باز بگوین که برای این گفته های رئیس جمهور غنی فکر میکنه هموارسازی راه برای سهم دادن قدرت به طالبان است اگر،, اگر, اگر آمریکا بخواین ایرا مطمئن باشین که اینا وسیله است اینا فقط گوینده است شرایط طور آماده میکنند که همش از،, از جانب ماست و ما تصمیم میگیر در غیر از اگر این مستقل میخواست که بربر سال افغانستان کار کنه حداقل دنیا اگر در طول تاریخ عمر افغانستان ببینین هیچگاه با این تزرع یا با زاری و ناله که قاتل مردم افغانستان اما که مکناتن مردم کشتن اما که از روسا ها کشتن کلاراشان اما ولی که بر مولای فضل رحمانی دعوت دعوت نامه رو اون که تو بیا تو قاتل مردم افغانستان بر ما صلاح بیار این ناممکن است که این بنیادگرایا با این بنیادگرایا داخل افغانستان بخواد که خوش مردم بر مردم افغانستان بیاره اما بر حفظ چوکیه خود وسیله خود بدن و مردم افغانستان فریب خورد دادن در این شک نداریم که اگر امریکا بخواین با طالب هم میارن شاید گروهی ولی که یک گروه بر نارام بودن افغانستان همیشه نگاه خود داشت نگاه خود داشت به خاطر از اینکه بتونه حضور پایگاهش در دا افغانستان دائمی باشه در غیر اگر... سپاس از شما خانم بلقیس واقعا رئیس جمهور غنی با این حرفایش میخواد امور راه را برای سهم دادن طالبان به قدرت هم وار بسازه آنچه خانم بلقیس میگه اگر ایالات متحده امریکا هم بخواهد این آدم گفتم هم وقتی که بگیم پروسه سیاسی از راه حل سلامیز باشه یک مشکلی که در منطقه است اگر امیال تمام کشورهای منطقه پاکستان قسم که چین وده داده دا دا خود ایالات متحده امریکا و کشورهای همسایه همشان یک یک رای حل سیاسی برای بحران افغانستان پیدا کنه ما فکر نمیکنم در این ما کدام صدمه ببینیم اگر طالب قانون اساسی افغانستان را قبول میکنه و اما مشکلات خود از رای سیاسی حل میکنه ما بر از کدام مخالفت نداریم اما وقتی که مثلا ما خ... خانم روشن گفتن که مثلا مجاهدین یا تنظیمایی که اینجا آمدن شست بله من گفتم که اونا وقتی که اینجا آمدن بالاخره از قدر با حکومت جنگیدن و حالا اگر ببینین معمو مهمو تنظیمایی که در وقت مقابل حزب خلق و پرچم می جنگیدن حالا در مهمو تنظیما می افرا کلشان داخل هستن و یک جای کار میکنن و 65 پنج کابولی که مردو بخاطر هم داخل هست. بله گفتم گفتم بتانم منطقه مانا از این که شست پنج ازا کابولی اگر فرمو کشتشن خانم صافی تا اینجای کار طالبان هیچگاه سیاست های سلجوینه رو در برابر طالبان حکومت حکومت افغانستان روی دست جا... نگرفته گفتم 65000 هزار کابلی که کشته شد این بین جنگ حکومت برحال و حکومت که از توسط تنظیم ها جور شد توسط جنگ بین از نبود اون جنگ های بین خودشان جنگ قدرت بود که به خاطر جنگ قدرت حالا فکر میکنید طالبان به خاطر قدرت نمی جنگن در برابر حکومت افغانستان معلوم دار هر کس به خاطر هدف خود می جنگ. اما اگر راه حل سیاسی منطقوی برای پیدا شود بهتر است از, از اینکه ما دشت و دمن افغانستان قریای افغانستان و کوههای افغانستان بلقیس روشن عضو پیشین مجلس سنا و گلاله نور صافی نماینده مجلس سپاس از حضورتان در برنامه و از سپاس از شما بیننده ها هم که تا حال همراه بودید و در اخیر هم یک خبر دوید پاتریوس رئیس پیشین سازمان استخبارات امریکا به اتهام قرار دادن اطلاعات محرمانه به اش محاکمه می شود یافته های اداره پلیس فدرال امریکا نشان می دهد که رئیس پیشین CIA برخی از اطلاعات محرمانه را در اختیار افسر زن به نام پاولا برادول قرار داده است این زن با پاتریوس رابطه عاشقانه داشته است گمان وجود دارد که این جنرال چهار ستاره امریکایی به اش اجازه دسترسی به ایمیل های سازمان استخبارات امریکا را نیز داده است این جنرال در سال 2011 میلادی پس از رسوایی رابطه عاشقانه با این زن از سمت ریاست CIA استفا کرد دیوید پاتریوس فرماندهی کل نیروهای امریکایی را در افغانستان عراق نیز رهبری کرده است